نشست سالانه ی اعتاق جایزه به کشورهای آفریقایی برای مبارزه با فساد هفته گذشته در کیگالی پایتخت رواندا برگزار شد. بر اساس برآوردهای بین المللی، حجم فعالیتهای غیرقانونی مالی در آفریقا سالانه تا حدود 150 میلیارد دلار است. گزارشی در این باره. رواندا و قطر ریاست مشترک نشست امسال مبارزه با فساد را بر عهده داشتند. کمیسیون اقتصادی اتحادی آفریقا حجم فساد سالانه در تعاملات اداری و اقتصادی در آن قاره را بین 50 تا 148 میلیارد دلار برآورد کرده و از سازمان شفافیت بین الملل نیز رواندا را چهارمین کشور موفق در مبارزه با فساد در قاره آفریقا اعلام کرده است. نیجریه معمولا یکی از فاسدترین کشورهای آفریقایی شناخته می شود. در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی رواندا تلاش میکنه بهترین کار را انجام بده. یکی از راه های مقابله با فساد در رواندا ارائه برخی از خدمات دولتی از طریق اینترنت است. اما هنوز فساد در این کشور ریشه کن نشده است. یکی از شهروندان رواندا میگوید در بسیاری از موارد برخی از مقامها و مدیران به ویژه در ادارات محلی حتی برای انجام کارهای روزمره و پیش پا افتاده به اصطلاح پول زیرمیزی درخواست می کنند. رئیس جمهوری رواندا میگوید تغییر نگرش رمز مبارزه با فساد است. This is a that can be won. می توان در این کار پیروز شد چون تحمل فساد یک انتخاب است نه یک ضرورت. در نشست امسال قطر از تأسیس یادبودی در رواندا حمایت کرد که به نشانی همبستگی در مبارزه با فساد برپا می شود.